בסייעתא דשמיא, פרשת תשוה, כהן גדול, לבוסי כמפושידה ודר בית המקדש מרפתה, יודר משכן מרפתה, אז השתע תקה דורות שודה בודה, ויקי אז אונה מייל בודה. לבוס בלאי כמפושידה מייל בודה, וכמלה רנגש אובי בודה. هر کدوم از این لباس‌های کوهن گادول موقعی که می‌رفته در بیت المقدس تفیلا می‌خونده باعث می‌شدن که یکی از آوونای اسرائیل بخشیده بشن و میل واسه گناهایی بوده که به وسیله صحبت کردن مثل لاشون هارا و چیزای دیگه که این میل باعث می‌شده که این آوونا بخشیده بشه. این میل همونطور که گفتیم لباس بالایی بوده و تورا میگه پامون زاب و ریمون، پامون زاب و ریمون الشوله میل سابیب، این دور تا دوره، این میل، این جاکت یا کوتی که بوده بیاید و یه دونه زنگوله و ریمون، ریمون اون رو به اسم عبری ترجمه تحت لفظش یعنی انار، یعنی یه دونه زنگوله باشه و یه دونه به اصطلاح توپ کوچیک، یه چیز گردی باشه، توپر باشه، پامون زاب و ریمون دور تا دورش باشه. پس زنگوله مثل یه زنگی بوده که دور قدیم زنگشون چی بوده؟ یک فلز بوده تو خالی و یه دونه زبانه توش بوده که این زبانه میخورده به این فلزه و صدا میداده. حالا یه دونه ریمون یعنی توپر که زنگ نباشه و یه دونه زنگ، یه دونه ریمون، یه دونه زنگ دور تا دور لباس آرون کوهن باشه و هر موقعی که آرون کوهن میخواد بیاد و عبادت هشم کنه تو بیت المقدس یا تو مشکان باید این لباس رو بپوشه. حالا واسه چی لازم بوده که این زنگوله بزنن پایین لباس در دور تا دور لباس کوهن گادول؟ یه چیز خیلی معمولی نیست که زنگوله باشه و هر جا با این لباسه که میداره صدا بده. البته عربل شیخ توضیح میدن که زنگ مثل دهان انسانه، دهان انسان تو خالیه و توش چیه؟ یه زبون داریم، لاشون داریم، زبون انسانه که زبونه باعث میشه صحبت کنه. زنگ هم همینه، زنگ یه فلزه و توش یه دونه زبانه هست، زبانه میخوره به دور تا دور یا کناره این فلزه و باعث میشه که صدا به وجود بیاد. این مثل دهان و زبان آدم، همون زنگ و زبانهی که تو زنگ هستن. پس این مثال زاده شده، این زنگوله ها به دهان آدم. عربل شیخ توضیح میدن که کاملا دور تا دور زنگوله نزدن، یه دونه زنگوله و دو طرف زنگوله چیه؟ اونجا زنگ نیستن، فقط یه دونه مثل توپه، مثل یه دونه انار کوچولوه. میگن اینجا رمز شده که انسان هر چیزی که میبینه نباید صحبت کنه. اون زنگوله ها نشونه دهانه. میگه بعضی وقتا آدم باید مثل این ریمونا، مثل این توپه ها که کاملا بسته هستن، بعضی وقتا انسان باید دهانش رو ببنده. هر چند تا چیزی که میبینی یه جاش که دیگه ضروری انسان باید صحبت کنه، تا اونجایی که حتی ضروری هم هست، تا اونجایی که میتونه کمتر صحبت کنه. این چیزیه که عربل شیخ میگن، میگن دو تا ریمون وسطش یه زنگوله، دوباره زنگوله. یادمه که یه مرتبه یه خانمی اومد پیش من و گفت که شوهرش خیلی رون عصبانی میشه. گفت من هرچی به شوهرم میگم فورا عصبانی میشه. خواهش میکنم ربای با شوهر من صحبت کنید که کمی طاقتش بیشتر باشه، عصبانی نباشه. گفتم البته عصبانی بودن کار درستی نیست، باید شوهرتون خوب صحبت کنه. خب طرف دوم رو بشنویم. این شوهره رو بهش گفتم آقا ببین یه کمی چیزتر، باید یه کمی آرامتر باشین، چی نکن. گفت ربای ببین، من خانم من تا من که دید هر ثانیه یه دو شکایت دیگه داره، چرا کفشت حالا اینطوریه، شلوارت اینطوریه، چرا اینطوری صحبت کردی، جاکتت کجه. گفت هر
ثانیه ممکنه تو چند دقیقه که دارم با خانمم هستم هر ثانیه یه چیزی به من میگه، حالا لباس این کار کن، اون کار کن، اون کار کن. گفت دیگه من طاقتم تموم شده. از وقتا درستم میگه. گفت ولی بیش از اندازه دیگه، بیش از اندازه رو من شکایت داره. من برگشتم این خانمه رو صدا زدم، گفتم خانم ببین درسته تو میخوای شوهرت رو درست کنی، ولی تو یک روز سه تا چیز به شوهرت بیشتر نمیتونی بگی. سه تا چیز، حالا سه تا مهمش رو بهش بگو دیگه، ولی نمیتونی با وجود که این چیزا درسته همش رو تو یک روز به این نگو. روزی تو یک روز نمیتونی 15 بار به این بگی این کار کن، اون کار کن، این اشتباه، اون به اون، اون گفتی، اون گفتی. دیگه نمیتونی هر ثانیه بهش بگی. سه تا چیز تو یک روز بهش بگو، سه تاش هم با هم دیگه نگو، یکی صبح، یکی ظهر، یکی شب. اینم هم همه جوریه. هاراول شیخ میگه تمامش رو زنگوله نکردن، یه زنگوله کردن و دو طرف چیه که ساکت باشه آدم. نباید هر چیزی که دیده آدم باید صحبت کنه، به خانمش، به بچه‌هاش، به کارمندش، همچنین با رفیقش. بعضی وقتا آدم باید صرف نظر کنه، نه که حتما بگه، حالا ممکنم درست باشه، ولی اگه آدم میخواد یه چیزی رو صحیح کنه نباید همیشه کاملا بگه. و این زنگوله ها از طلا درست شده بودن. هاراول شیخ توضیح میدن تو تمام فلزا، فلز رو اگه بزنین زمین صدا میده، یا اگه یه چیزی بزنین زمین صدا میده. طلا یکی از چیزهایی که میخوایم طلا رو امتحان کنیم که این طلا، یه تیکه طلا رو میندازن رو زمین، اگه صداش خیلی خیلی پایینه میگن این طلا. میگه این زنگوله ها از طلا باشه. انسان موقعی هم که صحبت میکنه فکر کنه من باید چجوری صحبت کنم، با آرامی صحبت کنم، موقعی که من داد بزنم، موقعی که من پرخاش کنم حرفم قبول نخواهد شد، مثل طلا باید باشه. و البته واسه چی این زنگار رو لباس کوهنگادول بوده، تو خود تورا میگه موقعی که میاد تو بیت مقداش کار کنه، صداش رو و نشما کلو به بویل قدش، که این زنگوله ها صدا بدن، مثل زنگوله بالای سفر تورا، موقعی که سفر تورا میبریم صدا میده، لباس کوهنگادول هم صدا بده. البته واسه چی باید صدا بده؟ موقعی که میاد تو، خب کسی نیست، فقط خداوند. خداوند همه جا از خداوند میدونه که این آرون کوهن میاد تو. توضیح میدن که انسان باید در خرس تربیت داشته باشه، یه جایی که میره اول در بزنه، اول که مردم اصطلاح نترسن و چیز نشن و صدا بده که من دارم میام تو، با وجود که کوهنگادول داره میاد پیش هشم و هشم میدونه که این داره میاد پیش که این داره میاد تو. لازم نیست، هشم همه چی میدونه. با وجود انسان باید خودش رو درست کنه. مهم نیست هر کس دیگه تو اتاق من نیست، من باید تمیز باشم. انسان باید آدم باشه. میگه کوهنگادول تو اگه میخوای بیای تو، تو باید خودت رو درست کنی. تو باید نه باید فکر بکنی نه هشم میدونه من میام تو، من میتونم ناگهانی هم بیام تو. نه، تو باید خودت در خرس داشته باشی و درست کنی.